روند بررسی صلاحیت مارک اسپر وزیر ارتش آمریکا و نامزد پیشنهادی پرزیدنت ترامپ برای احراز مقام وزارت دفاع سه‌شنبه در کل به راحتی پیش رفت و همه به جز یک سناتور دموکرات موافق تایید صلاحیت او بودند. جزئیات بیشتر در گزارش شهلا آرسه. And a privilege to appear before you as the president's nominee. مارک اسپر نامزد مقام وزیر دفاع آمریکا با طیف گسترده‌ای از سوالات قانون‌گذارانی روبرو شد که می‌خواهند هر چه زودتر وزیر دفاع آمریکا تعیین شود. این جلسه چند روز پس از آن تشکیل شد که ترکیه متحد ناتو بخشی از سیستم دفاع موشک‌های S-400 روسیه را به رغم اعتراضات ناتو و واشنگتن دریافت کرد. تصمیم آنها در مورد S-400 غلط و ناامید کننده است. این تصمیم فناوری رادار روسیه را در یک کشور کلیدی ناتو مستقر می کند و S-400 به طور بالقوه می تواند جت‌های ناتو را هدف قرار دهد، از جمله جدیدترین جت‌های F-35 آمریکا را. آنها می توانند یا S-400 و یا F-35 را داشته باشند، نه هر دو را. مارک اسپر در مورد ایران گفت آمریکا باید با تهدیدهای تهران در آب‌های بین‌المللی، با گشت و عملیات دیدبانی و اسکورت کشتی‌های تجاری مقابله کند و افزود این عملیات می تواند همزمان با تلاش واشنگتن برای بازگشت به دیپلماسی پیش رود. همه نگران تنش با ایران در منطقه هستند. من فکر نمی‌کنم جنگ یا حتی یک درگیری قریب الوقوع است، اما کنترل قوی پنتاگون بر شرایط مفید است. مارک اسپر نگرانی ویژه‌ای در مورد چین ابراز کرد، زیرا همزمان با کاهش بودجه نظامی آمریکا در دولت باراک اوباما، چین بودجه نظامیش را افزایش داد. تهدید چین علیه ما در دراز مدت نباید نادیده گرفته شود. آنها یک برنامه دراز مدت و ما یک برنامه کوتاه مدت را بازی می‌کنیم. اسپر هشدار داد افزایش قدرت اقتصادی چین نهایتاً می‌تواند از آمریکا پیشی بگیرد و پکن ممکن است بتواند شرکای نظامی فعلی آمریکا را جذب کند. شهلا رسته، صدای آمریکا.